صحبت های زیادی با شما داشتم، امروز بریم یه مقداری راجب قضیه آرامکو با هم دیگه صحبت بکنیم. همتون شنیدین، همتون دیدین، شبانه روز تو رسانه‌های گروهی پخش این قضیه آرامکو. اولش یه ادعای واهی اومدش که این کار رو یمن کرده. خب هم فکر کردن که بررسی کنن، منتهاش این جمهوری اسلامی به سرکردگی روزخون خامنه‌ای نمیدونن که اون آمریکایی که تمام این تکنولوژی رو اون ساخته، این موشک پوشکایی که شما به هم وصل میکنین چه میچسبونین بغل هم دیگه، اینا رو امریکا ساخته. امریکا غیر عادی عقلش میرسه، امریکا روزخون نیست، میدونه چی کار داره میکنه. نشستن دور هم دیگه، بلا فاصله ممالک بزرگ دنیا به خصوص امریکا فکر میکنه که چجوری شد این موشک کجا آمده. ببینین این موشک وقتی به هدف میخوره با تمام مختصات نظامی پیدا هست که دقیق از چه سمتی اومده. این موشک نمیاد رو هوا پیچ بخوره به چپ بره بالا بعد بیاد پای بعد بخوره، این مستقیم میاد. در نتیجه به قول معروف کار آب خوردن برای امریکا که پیدا بکنه سمت این موشک از کجا بوده. به علاوه که تیک پاره های موشکی که میفته دقیق اینا قبل از اینکه این موشک ها پرت و پلا بشه، دقیق اینا میدونن که موشک امریکا جنسش چیه، موشک های احتمال ایران جنسی، همه اینا رو میدونن. به علاوه از سمت اینکه از چه سمتی این سلاح اومده و حمله کرده و خورده به هدف، اونو راحت پیدا میکنن، سمت عکسش رو میرن و پیدا میکنه که کدوم مملکت فرستاده. یا متاسفانه یا خوشبختانه همه پیدا کردن ایران فرستاده، و به همین دلیل هستش که این همه جلسات و کمیسیونای به کلی سری در امریکا داره تشکیل میشه. تمام نمایندگان مجلس و سنا رو رئیس جمهور امریکا توجیه کرده که همه اینا قانع شده اند، چون اونها هم آدم های فهمیده ای هستن، حساب کتاب دارن، همه قانع شدن که این موشک از ایران بلند شده اومده و به اینجا خورده. حالا خامنه یه مقداری به فکر این است که امریکا گفته من حمله نمی کنم. 100% درسته، این حرف رو زده نمی کنه که، ولی میمونه به این که شما چقدر دست امریکا رو باز بذاری. با اون درون کثیفی که فرستادین و با این موشکایی که فرستادین به آرامکو، دست امریکا رو باز گذاشتین که هر کاری دلش میخواد بکنه. امریکا این دفعه صدام، من میگم میخواد اون نیروی گردن کلفت محکم رو که میلیون ها میلیارد ها دلار در روز خرجش رو نخونده بغل گوش روزخونا، گذاشته که گوش روزخونا رو به موقع جر بده، سرکله هاتون رو هوا با هم دیگه صحبت کنن، چون دیگه روزم اینجا واسه شما نیست. اینقدر شما نامرد دارین عمل میکنی با یه ملت فهمیده ای که ببینین چقدر خوب عمل کرده در این مدت، لااقل از نظر شماها. بعد ادعای یمن رو این هیئت‌های بزرگ سیاسی نظامی بی مورد دونستم، و از اینکه خامنه‌ای فکر میکنه که این حمله اتفاق نمیفته، پس اقا فکرم بکن آقا روزخون، اینا چیه بغل گوشه تو خلیج فارس خوابیده؟ چرا عرضه نداره اینا اونجا نخوابن؟ اینا خوابیدن باهات کار دارن، اینا بی خوبی اونجا نخوابیدن. مردم ایران اگر که امریکا بخواد به جمهوری اسلامی تصفیه حساب کنه، دلال مظلمه شما تفلک ها میشین، شما هستین که پار و پور و درب و داغون و خونین و جر و واجر میشین. این نامرده واسه خودشون جا درست کردن، زیر زمین هایی که پروتکت اتمی داره درست کردن، ایران میرن اون زیرا قایم میشن، کشت و کشتارکش رو شما پدرتون در اومد، بعد دوباره از سوراخ میاد بیرون، این میشه رهبر، اون یکی هم میشه رئیس جمهور. یه مقدار زیادی به فکر خودتون باشین. اما چند دفعه اینا رو با شما گفتم
چقدر من با اینکه این جمله قشنگ نیست یه آدمی بگه، چقدر من به شما گفتم من یکی از با تجربه ترین افسران نظامی ارتش شاهنشاهی ایران هستم و اینجام یک دنیا تجربه گرفتم پس از این مدت های سنگینی که در اینجا زندگی کردم. هر روز تو خبرها و همه طرز تحلیلها بزرگان سیاسی که بیشتر توضیح میدن اینا خب ما رو روشن میکنیم. اینیم آقا خامنه ای بیا بیرون از اون فکرها که امریکا حمله نمی کنه. امریکا حمله نمی کنه تا موقعی که احتیاجشو نداره. اون روزی که احتیاج داشته باشه حمله میکنه. قبل از حمله هم میره نمایندگان مجلس و سناتورا رو توجیه میکنه که ببینید یه همچین چیزایی هست، ما هم یه همچین چیزایی، ما هم نیرومون اونجا خوابیده. من شنیده بودم میخوان یه مقداری نیروهای رو در عربستان در مثلا میخوام افغانستان کم کنن. باز دوباره دیروز شنیدم میخوان یه مقداری به نیروهای افغانستان اضافه کنن. آخه روز خونه با هم چه همشین بگی اینا دیوونه که نیستن. شعور نظامیشون که بالاترین در دنیاست. چجوری میشه که اینا هی این پشت خلیج فارس رو این ریختی پر میکنن، حالا که قرار هستش که نیروهای افغانستان رو کم کنن باز یه مقداری اضافه میکنن. آقای ترامپ و خزانه‌داری امریکا دستور تأکید صادر کرد که در مورد ایران تا حد اکثر امکان این آخوندها رو زیر فشار قرار بدیم. یعنی اون چی که الان زیر فشار هست همه مردم ایران، شاید این بشه یه وقت ده برابر، نه در آتیه دور، در آینده بسیار نزدیک. ضرر همه اینا تو چشم شما مردم ایرانی میرود که خوابیده اید و هیچ تر هیچ شرایطی هم نبولن میشین نبا هم همکاری میکنین. معلم ها میان یه خود حرکت میکنن دستشون درد نکنی کتکر میخورن میکشن یه دستشون بالا پایین زندان میرن، شما تو خونت خوابیدی. جلسه آینده که یکی از این سازمان ها یکی از این عناصر دست به اعتصاب میزنن، اون جلسه رو جلسه نهایی برای نجات ایران بدونید. همتون بیان راه بندان بکنین برای پرسنل نظامی ارتش یا نیروهای مسلح امروز جمهوری اسلامی. این کار ازتون میاد، برنده میشین حتما. احتیاجم پیدا نمیکنه که امریکا بیاد در ایران و عملیات نظامی انجام بده. همتون کلاتون رو قاضی کن. چقدر امریکا گفت ما پشتیبانتون، ما پشتیبان ملت ایرانیم، گفت خامنه ای داره جیب مردم رو میچاپه، چقدر از این چیزا گفت. دیگه چیکار میتونه بکنه اگه بلد نیستین که رئیس جمهوری امریکا؟ یا کار دیگه ای هم میتونه بکنه که نمیتونه؟ بریم میشینیم با هم دیگه اینا رو دو تا چهار تا کنیم، بلکه به این نتیجه بهتری برسیم. خامنه ای تمام هم و خمش اینه که یه ناامنی تو مملکت ایجاد کنه، توی منطقه ایجاد بکنه. و آرزوی خامنه ای یه جنگ منطقه کوتاه که یا امریکا که بیشتر امریکا یا کسی دیگه بیاد اینا رو بزنه، مسلمان یه ده آدم میمیرن، فردا صبح بیاد روزه خونه رو بیاره، همه بگن که اینا نمیدونن مسلمون نیستن، اینا کافرن، اینا کشتن، ما که کاری نکردیم، اینا زدن. آرزوی خامنه ای اینه که یه جنگ منطقه کوتاه، اونم که حتما با نیرو هوایی امریکا باید بشه، در ایران انجام بشه که بتونن یه خود مظلوم نمایی بکنن و بگن پدر ما در اومده و نباید واقعا همچی کار بشه. زود بعد عکس العمل نشون بدین مردم. اگه همینجوری بخوام بخوابیم واسه قدیم فکر کنیم که چی میشه چی نمیشه، فایده نداره. مملکتتون پاره پوره میشه، مملکتتون تجزیه میشه. بخوای از قم بری به کاشون باید پاسپورت بگیری. اینا رو با هم صحبت کنیم. ببینید من رو هوا دارم یه چیزایی میگم، نه درست میگم. مردم باید بلند بشین، باید بلند شین و از خودتون پس از 40 سال دفاع کنیم. خیزش سیلاسای مردم ایران جمهوری کثیف اسلامی را
به درک واصل خواهد کرد. شب روزتون بخیر.